أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قَعِيدٌ. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
Thank you.
برای خوشنودی روح مطهر حضرت عبدالله حسین و یاران گرامی آن حضرت خوشنودی شهدای کربلا و صلوات جلیل بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى and these in the morning.
الإسلام
توسلی داشته باشیم و با عبدالله و فرزند عزیزشان مهدی صاحب از زبان
زینبم
Bye.
وقت جبرائیل اسماء خمسه طیبه را به حضرت آدم می‌داد، یک یک را به زبان جاری می‌کرد، یا حمید و به حق محمد، سر حضرت جبرائیل و حضرت آدم تعلیم می‌دهد. یا حمید و حق محمد، یا علی و حق علی، یا فاطر و حق فاطمه، یا مرسل و حق الحسن، یا قدیم الاحسان حق المسجد. حضرت آدم می فرماید به جبرائیل، چرا به این اسم پنجام که می رسد عشقم جاری می شد؟ خطاب آمد یا آدم، این فرزند از فرزندان حسینت، یک روز کربلا با لب تشنه بین دو نر سر از بدنش جدا می کند. آن وقتی که سر از بدنش جدا می کند، خواهرش بالای تن زینبیه می بیند، خاطر روی سینه حسین نشسته و شهر و جال سنلا صدره، یک مرتبه دیدم دختر علی، دستهایش را روی سرش بذاشت، ای صدا میزد و محمد سوزن دل خوارد که طلب تشنه حسین، ما بین دو نهر آب کشتن ترا. لعنت الله یا قوم ظالم، استفاده می کنم از آقای حمیدی در روز عاشورا. صلوات و برکات خدمت الله صلی الله Thank you.
من که کاری نیستم سپاسگزاری کنم، تنها وظیفه این است که فریاد شما را و صدای شما را برسانم به گوش ابا عبدالله الحسین علیه السلام و به او سلام بدهیم. السلام علیک یا وارث آدم صفی الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. دوستان، من امروز بنای سخنرانی ندارم و شاید هم زمان اقتضا نمی کند و هم حال آنچنانی برای سخنرانی نیست و مراسم دیگری هم هست، نزدیک ظهر هم هست. تنها عرض ارادت هست به پیشگاه ابی عبدالله الحسین علیه السلام، عرض توسلی اگر لیاقتی باشد و استعدادی باشد با آقا عنایت کنه امروز آمدید که عزاداری کنید. عزاداری به معنای مثبتش، به معنای ابراز عشق و علاقه و صمیمیت و محبت. عزاداری به معنای مثبتش بسیار ارزشمنده و به این معناست که حسین عزیز، ای کاش ما می بودیم کربلا، ای کاش ما می بودیم ظهر روز عاشورا، تا در کنار تو بودیم و دل بچه های پیغمبر کمتر می لرزید. همین اکنون در درون خیمگاه امام حسین چه خبر من نمی دارد، غلغله برپا هست، بمیرم. بچه های کوچیک رو عبدالله صدای شیهه اسب ها رو میشنوند، چکاچک شمشیره، تعداد محدود این طرف، اما اون طرف بسیار تبهکار و نابکار. نمیدانی زهرا کجای این قضیه ایستاده، آیا از خیمگاه حسین پاسداری میکنه آیا نمیکنه؟ به خاطر دارم که بسیاری از نامه ها می رسید، بسیاری از پیشنهادات می رسید، مردم التماس دعا داشتن، مردم مشکل دارن، مردم درد دارن. خانواده ها گرفتارن. این درد ها رو ما به کجا ببریم جز اینه که این دردها رو ببریم در خانه ابا عبدالله و بگم حسین عزیز ما هم درد داریم، اما مهمترین دردهای ما درد دل زینب توست حسین، اونی که ما را رنج میده لبهای تشنه توست حسین. ما آب میخوریم،
ما دور هم می‌نشینیم، این مردم نذرات میارن، خیرات دارن، اینجا جمع میشه. روز عاشورا وقت آب میخوری حتما بگو صلوات الله علی الحسین. همیشه بگو هر وقت آب خوردی، بگو صلوات بر لب تشنه حسین، صلوات بر لب تشنه یاران حسین. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ ما که خود را از شیفتگانش میدانیم، دنیا دیوانه حسینه، دنیا عاشق حسینه، همه دلباخته حسینه. چرا که نباشه؟ یک دعا از امام حسین میخوانم، بسیار کوتاه روزه میخوانم و دعا میکنم. امروز صبح که آقا ابی عبدالله نماز صبح را خواند، یک جمله از دعایش نقل شده. این دعا رو به طرق مختلف نقل کردن، سند نسبتا معتبری داره که امام حسین این دعا رو در روز عاشورا خوانده. همین دعای ما هم باشه دیگه، دعای ما هم همین دعای امام حسین علیه السلام باشه. الهی انت ثقتی فی کل کرب و رجا ثقتون و عده کم من هم یضعف فیه الفؤاد و تقل فیه الحیله و یخذل فیه صدیق و یشمت فیه العدو انزلته بک و شکوته الیک رغبتا منی الیک فکشفته و فرجته فأنت ولی کل نعمه و منتها کل رغبه. تصور کنید صحنه را، امروز ساعات آخر حیات امام حسین، نماز صبح را خوانده، رو به درگاه خدا ایستاده، این جمله ها را میگه. هر انسانی در این عالم یک تکیه‌گاه لازم داره. میدانید خیلی ها تکیه‌گاه‌هایشان بسیار سسته، بسیار ناپایداره. امروز چیزی که از ابا عبدالله یاد میگیریم اینه که یک تکیه‌گاه پیدا کنه. اون تکیه‌گاهی که حسین داره همون تکیه‌گاهیه که او رو جاودانه کرد. و امروز که امروزه میبینید که شما همه به عشق او آمدید و عشق میریزید و سینه میزنید و نوحه خوانی میکنید. امام حسین تنها مانده بود، تنهای تنها، رو به درگاه خدا کرد، گفت خدایا تو تکیه‌گاه من هستی در تمام گرفتاری ها، تمام گرفتاری ها و غم ها. خدایا
تو امیدی من هستی در تمام مشکلات. این مشکلی که امروز به حسین رو آورده کجا باید عرض شود؟ به پیشگاه خدا. بعد فرمود که پشتوانه و تکیگاه من پروردگارا، در هر مشکلی که بر من وارد می شود توی، جای دیگه نمی برم، جای دیگه عرضه نمی کنم. بعد امام از دنیا شکایت می کنه و چه زیباست این شکایت ها. میگه ای خدا، بسیاری از غم ها، بسیاری از اندوه ها، بسیاری از حزن ها هست که دل را می لرزانه، دل را می لرزانه، یضعف فیه الفؤاد، و بسیاری از غم ها و درد ها و مصیبت ها هست که صبر و راه چاره را می بنده. می بینید که آدم به بنبست می رسه، هیچ راه چاره ای وجود نخواهد داشت. بسیاری از دردها و مصیبتها گاه وقت به سراغ آدم میاد که دوستان آدم رو تنها میگذاره، و یخذل فیه الصدیق، دوستها تنهایت میگذاره. بسیاری از اوقات اتفاق میفته پروردگارا که دشمن آدم رو شماتت میکنه، دشمن شاد میشی، دشمن شماتت میکنه. اینا رو بیان میکنه، میگه همین غمها را، همین غمهایی که دلم لرزیده، همین غمهایی که دشمن تن شماتتم میکنه، همین غمهایی که دوستان تنهایم گذاشته، اینا رو به کجا ببرم؟ به تو عرضه میکنم، برای اینکه به تو عشق میورزم. انزلته بک و شکوته الیک. غمها رو کجا ببریم؟ به کی شکایت کنیم؟ به خدا شکایت کنیم، به او ببریم. میگه به خاطر این که غیر از تو هیچ شکوگاهی ندارم. چه کسی حرف دل آدم رو میفهمه؟ چه کسی سنگ صبور آدم میشه جز خداوند؟ شکوته الیک. اما جالبه، امام در آخر این جملات با این که روز عاشورا هست و میدونه که چه مسائل اتفاق میفته، در این حال یک جمله داره که آدم تکان میخوره، میگه خدایا همه این غم ها و اندوه و مصیبت را به تو عرضه کردم، فکشفته، تو تمام اونها را برطرف کردی. پس آقا چه حالی داشته، این چه احوالی بوده؟ فکشفته و فرجته، تمام این مصیبت ها را که به تو عرضه کردم تو فرج حاصل کردی، تو گشایش حاصل کردی، تو گشایش دادی به من، راه را باز کردی، راه باز شد برای امام حسین. دلیلش امینه، میگه مردم ما تنها یک ولی نعمت داریم، یک ولی نعمت، اون ولی نعمت خداونده. میگه دلیلش امینه که تو ولی نعمت من هستی، تنها ولی نعمت توی، و تو منتهای عشقی و رغبتی و میلی. کسی که به تو پناه ببرد هیچ وقت بی پناه نخواهد شد. اینا دعای امام حسین علیه السلام. اما از اون طرف در همین جمع شما میبینید که یک خانومی هست، نماز خاصی ندارد. پرسیدن که امروز اگر نماز مستحب داره نماز چیه؟ نه، نماز مستحب نداره. بعد نماز خاصی نداره، نماز مستحبی میشه خان، جز این زیارت عاشورا و نماز زیارت که اون هست، منتها نوعا ما در زیارت ها که میخوانیم نمازشو نمیخوانیم. خب اون دو رکعت نماز زیارت هست اصولا، و اگر وقت کردید خب خوبه. عرض کنم که کسی که قهرمان این صحنه است امروز در کربلا، غیر از امام حسین و بعد از امام حسین، از جمع خانم ها و اهل بیت، حضرت زینب سلام الله علیها هست. من امروز مایلم همه دوستان و عزیزانی که اینجا آمدید، یک ساعتی لحظه برویم درون خیمه اهل بیت در صحرای کربلا، اونجا ببینیم زینب چه خاطراتی در ذهنش مرور میکنه. ببینید زینب سلام الله علیها یک عمر به حسین عشق ورزیده، خواهری که در تاریخ نمونه هست، بی نظیره.
من یک حکایت به شما عرض کنم. روزی که عبدالله جعفر آمد خواستگاری زینب که زینب رو خواستگاری بکنه، زینب هم قبول کرد، گفت من قبول میکنم، اما یک شرط داره، من وقت ازدواج میکنم این شرطمو باید قبول کنی. شرطش چیه؟ گفت عبدالله جعفر من با تو ازدواج میکنم، اما شرطش اینه که منو از حسینم جدا نکنی، من خانه تو میرم اما هر شبانه روز باید یک بار چهره حسین ببینم. این چه علاقه یکی خواهر به این برادر داشته؟ من یک جای خواندم که وقت زینب رفت خانه عبدالله جعفر، رفت اونجا مستقر شد، دو سه روزی نیامد حسینش رو ببینه. حسین به همون اندازه دلش تنگ شده بود، به همون اندازه برای زینب میسوخت. رفت خانه زینب که زینب رو ببینه، میگه وارد خانه که شد، قدیما اگه یادتون باشه یک پنجره های کوچیکی بودن که از او پنجره ها آفتاب میتابید درون اتاق. میگه وارد خانه عبدالله شد، دید زینب خوابیده، خوابش برده. این آفتاب گرم مدینه از او دریچه کوچک میتابه به صورت زینب و زینب زیر آفتاب عرق کرده. میدونید با عبدالله چه کرد؟ خودش در برابر آفتاب اون دریچه ایستاد، فقط جمال خواهرش رو نگاه میکرد، خودش رو سایبان ساخت که سایه بر روی زینب بیاندازه، سایبان زینب باشه. اونقدر ایستاد تا آفتاب برطرف شد و امام از خانه عبدالله آمد بیرون. زینب از خواب بیدار شد، ناراحت بود، گفت چند روز حسینم رو ندیدم، حسینم دیدن من نیامد. عبدالله اما حکایت را نقل کرد، گفت زینب تو چه میدونی؟ حسین آمد دیدن تو، همینجا دقایقی و ساعتی سایبان تو شد، در برابر آفتاب ایستاد تا اینکه سایش بر تو باشد، بر روی تو باشه و آفتاب تو را اذیت نکنه، و حسین رفت. این یک جریانیه که اونجا اتفاق افتاد. اما بمیرم، میگن که کار این دنیا در همین دنیا باید جواب داده شود و رسیدگی شود دیگه. زینب این جریان رو به خاطر داشت. امروز اون روزی رسیده که زینب باید جبران کنه، باید تلافی کنه. دیگه میدونی من چی میگم. اما زینب اون آزادی رو داره؟ اما زینب اون اختیار رو داره؟ بمیرم، یک جمله از زینب است. من قبل از روزه که این حکایت رو گفتم، این حکایت رو به شما میگم. اون بعد از ظهر عاشورا که دیوانوار در صحرای کربلا میدوید، گم شده اش را میخواست، یک وقت آمد دید که بدن عریان برادرش زیر آفتاب داغ کربلا خراب کرد. یادش آمد او صحنه‌ای که حسین سایبان زینب شده بود، دیگه کار نتونست، یک لحظه خم شد روی جنازه برادرش، روی صورت برادرش خم شد، شاید یک دقیقه، شاید چند ثانیه، سایبان تن پاره پاره برادرش حسین شد. آهی کشید و کنار کشید و نگاه کرد، گفت برادرم وقفتون به وقفتین، ای ایستادن در برابر او ایستادن. تو یک روز درون خانه من آمدی و سایبان من شدی، اما بمیرم، دیگه وقت ندارم بیشتر از این بدن تو از گرما حفظ کنم. حسینم، ای ایستادن در برابر همون ایستادن. علاقه این خواهر و برادر به قدر شدیده، به قدر شدیده که وقت ابی عبدالله میخواست خداحافظی کنه و از خیمه ها برود بیرون،
میگن نزدیک بود که روح از بدن زینب خارج شود. اونقدر بیتابی میکرد، گردن برادرشو گرفت، اونقدر ناله میکرد و گریه میکرد که امام حسین ترسید، اون دست امامت را، دست نوازش را کشید رو سینه زینب. اگر حالی پیدا کردی دیگه عرض توسلی داریم، چند کلمه عرض ارادتی به پیشگاه ابی عبدالله و عرض تسلیت به پیشگاه امام زمان ما، عرض تسلیت به پیشگاه زهرا سلام الله علیها، عرض تسلیت به رسول الله. یا رسول الله، سر از خاک مدینه بردار، ببین کربلا چه خبره. یا امیر المؤمنین، از نجف سرت رو بردار، ببین کربلا چه خبره. مسافرت می رود با اهل بیتش خداحافظی می کند. سخت‌ترین لحظه ها لحظه وداع، خیلی تلخه، خیلی دردناک. اما سفری که حسین داره دیگه خیلی سخت‌تر. مردم دیگه می دونه بر نمی گرده. آمد با بچه ها خداحافظی کنه، آمد بچه هایش رو سیر ببوسه. حسین میدونه دو سه ساعت بعد چی اتفاق میفته. مردم همه را بوسید و بوید. یک وقت خواهرش زینب صدا زد، برادر عزیزم من بعد از تو چیکار کنم با این بچه ها، با این اهل بیت؟ نصیحتم کن آقا، وصیت کن. میدانید حسین چی وصیت داره؟ گو خواهرم زینب، اولین وصیتم اینه، بعد از من حلمت را شیطان نبرد. خواهر صبر کن، خواهر صابر باش. زینب چشم برادر، تلاش میکنم. ان الله یحب الصابرین. گفت جزئیات مسئله اینه، خواهرم زینب بعد از من برای بچه هایم مادری کن. زینب نگذار بچه هایم گرسنه بمانه، تشنه بمانه، دشمن اذیتشون کنه. چشم برادر، بعد از من 40 منزل شما را با پای برهنه، روی شترها، کجاوه های بیرو پوش، بیابان های دور و دراز میبره. خواهرم صبر کن، خواهر. چشم برادر، خواهرم زینب شما را مجلس عام یزید میبره، مردم تماشا میکنه، آخ بمیرم. شما را شماتت میکنه، صبر کن خواهرم. چشم، یک جمله را در مقاتل نوشتن، نمیدانم من بگویم یا نگویم، اینا نوشتن، من میگم. گو خواهرم زینب چیزایی میبینی که نباید ببینی، در مجلس عام یزید اتفاقی میفته، یک غلام شامی حتی فاطمم را به کنیزی طلب میکنه. خجالت میکشم زهرا، اگر این قصه راست باشه، وای بر ما، وای بر مسلمان ها. اینا بچه های پیغمبرن. دیگه زینب لطمه به صورت زد. آقا هر چیز صبر کنم، یکی رو صبر نمیتوانه. گو خواهرم یک
یک دست پیراهنی کهنه برایم بیاور. آخ بمیرم فرزند زهرا، فرزند علی ابن ابی طالب، گوشواره عرش خدا، جگرگوشه رسول الله. آخه چرا لباس کهنه؟ گفت دشمنان نامردی دارم، لباس از تنم خارج میکنن خواهر. اینای دردهای حسین، خدا نکنه دشمن نامرد داشته باشی. پیران کهنه رو حاضر کرد، زیر لباسهاش پوشید، عمامه پیغمبر رو بر سر گذاشت، شمشیر علی رو به دست گرفت، کمربند بابا رو به کمر بست. گوین که علی ابن ابی طالبه، گوین که رسول الله. ودای آخر انجام شد، اما مردم قضیه اینجا تمام نشد. یک وقت صدا زد خواهرم زینب، تا زنده ام از خیمه ها بیرون نیا خواهر. آخر نمیتوانم تحمل کنم، حسین زنده باشد، خواهرش میان نامحرمان باشه، آخ بمیرم. آی جوانا، کاش می بودی سرباز حسین می شدی، پاسدار زینب می شدی. آی سینه زنا، آی نوخانها، آی خواهرها، آی آشورایی ها، آی کربلایی ها، چشم برادرم از خیمه خارج نمی شوم. ها نزدیکی های ظهر عاشورا است، ای مریض دارا، ای دردمندا، ای حاجتمندا، میبرم تون یک جای خیلی حساس، یه جای میبرم که تکه قلب حسینه، یه جای میبرم که پاره جگر حسینه. دستتون میدم به دست او، 3 ساله دیگه خودت میدانی. میدانید دختر بچه های کوچک چقدر بابا را دوست داره؟ اون هم رقیه. لحظه گذشت، آقا از خیمه ها دور شد. یک وقت صدای میشنود، صدا زد یا ابتا مهلا مهلا، بابا هستتر برو، بابا هستتر برو، 3 سالت حاجت داره، آی حاجت مندا. حسین صدای رقیه رو شناخ، اسب و نگه داشت، صدا زد، 3 ساله عزیزم، جگرم و آتش زدی بابا، بابا بگو مطلب چیه عزیزم. همه بگید یا حسین، یا حسین، یا حسین. آمد نزدیک، صدا زد، بابا از اسب پیاده شد. دیگه وقت دختر 3 ساله فرمان میده، پدر چی کنه؟ حسین پاز رکاب خالی کرد، پیاده شد، گو بابا رو زمین بنشین. حسین روی زمین نشست، 4 زانو نشست، گو بابا منو بگذار روی زانوهایت. رقیهشو گذاشت رو زانوها، گو بابا مطلب تو بگو عزیز دلم. گو بابا یادته بین راه مکه و کربلا خبر شهادت مسلمون شنیدی؟ گو آره عزیزم. گو بابا یادته دختر بچه های مسلمو گذاشت رو زانوهات؟ های دست نوازش به صورت اونا میکشیدی.
آی یتیم نوازی میکردی، آی محبت میکردی. بابا میدونم منم یک ساعت بعد یتیم میشوم، دیگه کسی نخواهد بود صورت منو نوازش بده. بابا ای کاش نوازش نمیدادن. ما میدونیم بعد از یک ساعت چه بر سر رقیه آمد. راوی حمید ابن مسلم کوفیه میگه دیدم حسین دخترکشو در بغل گرفت، آخ اون قدر گریه کرد دامنش تر شد. رفتم نزدیک گفتم عزیز زهرا، تو دستهای بریده ابل فضل دیدی، تو فرق شکافته علی اکبر دیدی، تو گلوی پاره پاره علی اصغر دیدی، اینقدر ناله نکردی حسین؟ چرا اینجا اینقدر ناله میکنی آقا؟ جواب حسینو بشنو، اون وقت ناله کن. دلم میخواد صدات بیاد بیرون، برسه کربلا، برسه گودان قتلگاه، برسه خیمه زینب، برسد شام کنار قبر کوچک رقیه. این صدای تو امروز برسه اونجا. گفت حمید دست از دلم بردار، به سه دلیل برای این دختر خیلی دلم بسوزه، خیلی گریه میکنم. یک، رقیم خیلی شیرین زبان بود، وقت غمهای دنیا بر دل حسین هجوم می آورد این دختر شیرین زبانی می کرد، غمها از دلم برطرف می شد. دو، رقیه شباهت کامل به مادرم زهرا دارد. آخ بمیرم وقت دلم برای مادرم زهرا تنگ می شد. به جمال رقیه نگاه می کردم دلم تسکین می یافت، آرام می گرفت، مثل این که زهرا را دیده باشم. دلیل سومش، روز قیامت صحرای محشر من با جمع شهدا وارد محشر می شوم، زینب با جمع اسرا وارد محشر می شوند. اما این آزدانه فهمیدی چی میگم؟ یک کوتنها سر از خرابه شام بر میداره، صدا میزند انا القتیل به ظلم والعدوان، مردم اهل محشر مرا تازیانه زدن، من با ضرب کتک جان دادم، من به مرگ طبیعی نمردم. این رو در مقاتل می نویسه وقتی میخواستن رقیه را غسلش بدن، دید لباسها بر تن رقیه می چسبه، به خاطر این که جای تازیانه ها زخمیه. آخ بمیرم، آیا حاجت مند؟ آقا رفت خیمه ها رو ترک کرد، نزدیکی های ظهر است. امیدوارم حالی پیدا کرده باشی، آبروی داشته باشیم به پیشگاه زهرا سلام الله علیها. اگر حالی پیدا شد نفس یاری کرد، میخواهم ارادت خودمون رو به حسین امروز اثبات کنیم. مردم همه میگیم دیگه حسین، از این به بعد دیگه میگیم حسین. ای غریب جاودانه یا حسین، دل تو را کرده بهانه یا حسین. این دل ما رو چه کار کنیم حسین؟
عاشقته سینه قفس میپره ای دلهای عاشقه ای که موی خاکی طفل تو را میزند جبریل شانه یا حسین حق طفلان غریب و خستت حسین جان راه ده ما را به خانه یا حسین کن دل ما را به حق اصغرت بحر عشقت آشیانه یا حسین مزد این نوکر فقط لبخند توست حسین جان خود بده این ماهیانه یا حسین کی صدای ارجعی آید به من خستم از این زمانه یا حسین زینب درون خیمه ها منتظر مان صدای تکبیر حسین رو میشنید یک وقت صدای تکبیر حسینش قطع شد تل زینبیه در کربلا معروف مردم زینب می آمد اونجا دیگه صدای حسینشو نشنید آخ بمیرم ای خواهر با چشمهای خودش می بینه قتلگاه چی اتفاق می افته شاعری مطلب رو زیبا بیان کرده اگر حالی داشتید التماس دعا جملات ختم من است حسین عزیز و زینب آمد منظره رو تماشا میکنه یک وقت دیگه زینب ناامید شد مردم کی آنگه بریدم از زندگی دل اینا حرفای دل زینبه زبان حال زینبه آنگه بریدم از زندگی دل کامد به مسلخ شمر سیاه دل نزدیک ظهر دیگه وقت رفتن حسینم کامد به مسلخ شمر سیاه دل او می دوید و من می دویدم او سوی مقتل من سوی قاتل او می نشست و من می نشستم کجا او روی سینه من در مقابل او می کشید و من می کشیدم او می برید و من می بریدم او از حسین سر من از حسین دل دیگه ناامید شدم
دیگه ناامید شدم، آقا ذوالجناح بر زمین افتاده، اما مردم هنوز زنده بود. نیمه چشم طرف خیمه ها نگاه کرد، دید نابکارها مشعلها رو روشن کردن، به سمت خیمه ها میتازن. صدا زد لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیاکم. نان جیبا هنوز من زندم، هنوز خیمه ها رو میبینم، بچه هایم را در میان شعله های آتش نسوزانید. لا حول ولا قوت الا بالله. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم حسین جان، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. علی صباح قیامت چو سر ز خاک برارم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. مراسم سینه زنیتون رو اونطور که بعد از نماز؟ خیلی خوب. میشد نماز ظهر دیگه؟ خیلی خوب. التماس دعا دارم. پس دعا کنم. یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. خدایا اگه امروز دعاهای ما مستجاب نشه، کی مستجاب بشه؟ خدایا اگر امروز در راه ما دوا نشه، کی دوا میشه؟ خدایا اگر امروز مشکلات ما برطرف نشه، کی میشه؟ یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. خدایا تو را بحق شهدای کربلا، خدایا تو را بحق اشکای چشم بچه های حسین. همه غمها، مشکلات، گرفتاری های ما برطرف بگردان. خدایا تو را بحق خود ابا عبدالله، ای قلیل توسل راز خواهران و برادران ما به احسن وجه قبول فرما. پروردگارا تو را به حق شهدای کربلا، عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. خدایا تو را به حق دستهای بریده ابوالفضل العباس، دستهای عزاداران حسینی و سینه زنان حسینی را در دنیا و آخرت محتاج مگردان. پروردگارا تو را به حق امام سجاد، همه بیماران، همه مریض ها، ملتمسین دعا، مریض های مورد نظر، شفای عاجل کرامت فرما. پروردگارا عزیزانی که نزوراتی داشتن، خیراتی داشتن، از همشون قبول فرما. خدایا ما را از عزاداران و از عزاداران و زواران و زیارت کنندگان عارف ابی عبدالله الحسین قرار بده. پروردگارا همه رفتگان و اموات، مخصوصا عزیزانی که در این جامعه بودند و خدمت کردند، با شهدای کربلا محشورشان بگردان. پروردگارا سفر مسافرین بی خطر فرما، دین مدیونین ادا بگردان. تو را به علی اکبر حسین سوگندت میدیم، جوانان ما را، فرزندان ما را، هر جایی که هستن، خدایا از تمام آفات و بلیات و شر یزیدیان زمان مسون و محفوظشان بدار. پروردگارا هوایج و مشکلات ما را برطرف بگردان. خدایا چشمهای منتظر ما به جمال امام زمان ما روشن بگردان. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. خوشنودی ارواح اموات، مخصوصا شهدای کربلا، سالار شهیدان حسین ابن علی. فاتحه مع الصلوات.